بله، چند وقت پیش ما مهمان را داشتیم از پانتون کابل، یکی از کسانی بودند که نماینده محصلین کابل بودند و در مورد موسسه هول پرایز بر ما صحبت کردند، اینکه در سطح جهان البته یک رقابت برگزار میشه، یک چالش را مد نظر میگیرند تا اینکه همه دانشگاهی که در سطح جهان وجود داره یک طرح خوب را به خاطر حل او موزل یا چالش پیشنهاد بکنند و در نظر داشته باشند، که در افغانستان هم برگزار شده بود. از پانتون کابل 3 فرد انتخاب شده که باید این رقابت ها شرکت بکنن، اول در سطح منطقه‌ای، بعدا هم مرحله نهاییش که البته برگزار میشه. در کنار ما جناب احمدزیا یوسفی هستن، یکی از کسانی که در پانتون کابل درس میخوانن و در این رقابت شرکت میکنن، انتخاب شدن، و بانو مدینه حمیدی هستن و سعدی علیمی در کنار ما هستن. بیشتر از خودشان در مورد این برنامه پرسان خواد کردیم. سلام تقدیم میکنم، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر. بسیار خوش آمدین. سلام تقدیم میکنم به شما، هم بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر، سلامت باشین. میشه شما بیشتر معلومات بدین در مورد برنامه؟ رقابت های جهانی هول پرایز هم مساله در بین دانشگاه های مختلف جهان برگزار میشه. اول باید دانشگاه ها از خود سازمان جهانی هول پرایز اجازه برگزاری این رقابت را بگیرن. بعد از او هر سال یک چالش را خود سازمان جهانی هول پرایز تعیین میکنه، که این نظر به این مشکلات که مشترک باشه بین کشورهای مختلف جهان و در اون سالها بسیار زیاد یعنی چالش بزرگ باشه، هر سال همون چالش را منحیث موضوعی همون سال انتخاب میکنه، که امسال موضوعی که انتخاب شده بود موضوع محیط زیست بود. بله. از دانشگاه های مختلف محصلین به شکل تیمی در این رقابت شرکت میکنن و بعد از او چندین مرحله داره که در مرحله نخست طرح ها بسیار زیاد به صورت کوتاه بیان میکنن و هم بزنس پلان و این مسائلش آماده میکنن. بعد از او یک تعداد از طرح ها انتخاب میشن، در مرحله بعدی باز این طرح های خود را برای داورا ارائه میکنن و از سطح دانشگاه یک طرح منحیث طرح برنده بعد در به مرحله منطقه‌ای معرفی میشه. بسیار خوب. باز بعد از مرحله منطقوی، از مرحله منطقوی چند تیم میتونن به مرحله نهایی برن و به مرحله نهایی به خاطر برنده شدن $1,000,000 با هم رقابت بکنن. $1,000,000. امیدوار هستم و دعا میکنم که شما کسی باشین که جایزه را کسب بکنین. میخوایم از بانو مدینه پرسان بکنم که در این رقابت که خواستین شما شرکت بکنین و انتخاب شوین، چقدر زحمت کشیدین و چقدر کار کردین؟ بنام خدا، ما و زیا جان و سعدیه جان از دو ماه به این سو دنبال ازی بودیم که یک طرح بیافیم که برشته ما همخوانی داشته باشه، یعنی طرح ما چون ما از پنسه کمپیوتر ساینس هستیم و همین طرح باید یکی از مشکلات محیط زیست حل بکنه، پس ما خواستیم از طریق رشته ما یک طرح بیافیم که به محیط زیست فایده برسانه. پس ما از دو ماه به این سو زیاد کوشش کردیم، با همدیگه ما شیشتیم و مشوره کردیم و بالاخره طرح ما را بوجود آوردیم که ساختن یک اپلیکیشن می باشه، که ما یک اپلیکیشن می سازیم. اپلیکیشن ساختین یا می سازیم؟ نه، اپلیکیشن ما کارش در جریان است، می سازیم انشالله. انشالله، بله. می خواهیم از سعدیه جان پرسان بکنم تاریخ مشخص برگزاری مسابقه چه وقت خود بود و اینکه تو وقت آیا روی طرح کار میکنین خلاص خود کردین تو وقت؟ تاریخ دقیق مسابقات چون ما حال در مرحله اول کامیاب شدیم و مرحله بعدی هم در سطح منطقوی خواهد بود که تقریبا شاید 3 ماه بعد برگزار شود، که یکی از کشورهای منطقه می باشه و تا او وقت انشاءالله ما روی طرح پروتوتایپ و تمام طرح ما تکمیل است، فقط کارهای عملیش مانده که ما او را انجام میدیم و طرح ما در مرحله نهایی بعد از اینکه رقابت آخر را برنده شدیم کاملا عملی خواهد شد انشاءالله. بله، جناب یوسفی میخوایم پرسان بکنم چقدر مطمئن هستی که شما میتونین که موفق شوین؟ چقدر واقعا زحمت کشیدین و واقعا میتونین که این بار نتیجه بسیار خوب را به دست بیارین؟ خب از پیش آدم گفته نمیتونه که مثال ما حتما برنده میشیم، یعنی مثال در دانشگاه کابل ما بسیار زیاد طرحهای خوب را داشتیم، یعنی وقتی ما طرحها را میشنیدیم از محصلین فکر میکردیم که شاید کمی مشکل باشه بر ما، یعنی رقابت بسیار زیاد سخت بود. وقتی ما تونستیم که از دانشگاه کابل به حیث طرح برنده انتخاب شویم، حالا هم امید ما بیشتر شده و هم انرژی به خاطر کار بیشتر پیدا کردیم. بسیار خوب. چقدر شرکت کرده بودن محصلین؟ بالاخره شما 3 نفر انتخاب شدید. در حدود 50 تیم شرکت کرده بود، هر تیم 3 الی 4 نفر، که از جمع 50 تیم در حدود 25 تیمشان در مرحله
که باید طرح را ارائه می کردن شارت لیست شدن. 25 تیم در روزی که طرح خود را ارائه کردن، از میان از اونها 3 تیم تیم نخست و دوم و سوم برنده انتخاب شد که ما در تیم نخست بودیم. بسیار خوب، انشالله که موفق شوین. و مدنی عزیز، میخوایم پرسان بکنم، شما روی آلودگی هوا کار کردین که چگونه میتونیم آلودگی هوا را کاهش بدیم؟ آلودگی که واقعا بسیاری از کشورها با آلودگی دست و پنجه نرم میکنن، طرح را که شما ساختین به نظرتان چقدر واقعا در کاهش آلودگی هوا نقش خواهد داشت؟ و اگر طرحتان در اونجا شما تانستین مقام اول بگیرین و یک دستاورد خوب را داشته باشین، آیا میتونین در سطح افغانستان به خیر طرح بدین که تطبیق شود؟ طرح ما طور بود که بعضی از درختها هستند که در داخل محیط استفاده میشه و اینا اکسیژن زیاد تولید میکنن و به خاطر تزیین و دیزاین کردن داخل محیط نیز استفاده میشه. پس ما خواستیم در اپلیکیشن ما همه قسم درختها را جوگزین بکنیم و منبعشان و امو سورسشان که از کجا مردمی را میتونه دریافت بکنه، قیمتهایشان را تمامش ذکر کردیم و و و امی مردم میتونن که در اپلیکیشن ما بیاین و اینمی انواع گلا و نباتات ببینن، یعنی که چیگونه در مورد از اینا اونجا معلومات هم هست که میتونن معلومات به دست بیاورن، چیگونه اونا را زرع بکنن، چیگونه حفاظتش بکنن. تمام از این چیزا در اپلیکیشن ما ذکر شده است. باز میتونن یک ما یک گزینه فری نیست داریم که میتونن که امی گلها و درختها را نیست فری به دست بیارن. انشالله. بله بانو سعدیه، میخوایم پرسان بکنم که اگر شما بتونین که $1,000,000 را به دست بیارین، میخوایم پرسان بکنم چی میکنی؟ آیا خدمت میکنی بر مردم یا بر خود مصرف کنی؟ خوب، اگر انشالله اگر $1,000,000 را ما به دست آوردیم، میخوایم که امی تجارت خود را آغاز کنیم و در تجارت خود که طبعا خدمات را به مردم ارائه میکنیم که در اقتصاد کشور ما هم کمک میکنه و امی آلودگی محیط زیست هم کمتر میسازه و ما بعض پلانا داریم که انشالله او را عملی خواهد کردیم. انشالله. بله جناب حمیدی، وقت ما کم هست، میخوایم صحبت های آخرتان را داشته باشین در مورد شاید چیزهایی که من نپرسیده باشم و مهم باشه گفتنش، کمر در خدمت شما هست، میشه صحبت بکنیم. فقط کوتاه در رابطه به طرح، چون امو یک مسئله در وسایل طرح ما داریم که سیکرت ساس میگن یا امو ساس مخصوص که طرح را میگن جالب تر میسازه. موضوع اصلی طرح ما بر اساس همون قسمی که مدینه جان گفت که نباتاتی که در داخل محیط اکسیژن تولید میکنن، ما اینا رو در رابطه با اونا در اپلیکیشن ما معلومات میدیم و یکی از کجا میتونه اینا رو خریداری کنن، قیمتی مسائلش. بعد از اون اگر یک شخص بخواد مثال پول نداشته باشه که بپردازه تا این نبات رو به دست بیاره، میتونه با تماشا کردن بعضی از ادورتایزمنت هایی که در اپلیکیشن هست، یعنی مثال اکتداد از اعلانات را در اپلیکیشن میبینه و بالای اعلانات کلیک میکنه، در بدل از او اپلیکیشن گوگل به ما پول میده و ما این پول را به فروشنده موگیا میپردازیم تا مو شخص بتونه موگیا ها را رایگان به دست بیاره. یعنی گیاه هایی هستن که بسیار زیاد قیمت هستن چون اکسیژن زیاد تولید میکنن و او را میتونن به صورت رایگان به دست بیارن و این قسمی هم فروشنده فایده میکنه، هم ما فایده میکنیم و هم به یک نوی به کسی که اپلیکیشن ما را استفاده میکنه فایده میرسه. بله، بسیار زیاد تشکر از حضور هر سه شما در برنامه ما، با امید موفقیت شما. تشکر از شما. سلامت باشین. 4424 پل ارتباطی است میان شما و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی. با 4424 تماس بگیرین، 15 افغانی از حساب شما کم بشه و کلید یک رقم به خاطر تایید فشار بتین، میتونین سهم خوب را داشته باشین در کمک کردن به این خانواده ها، خانواده هایی که نیاز به کمک من و شما می داشته باشه و همچنان نیروهای امنیتی که زخم برداشتن و در شفاخانه ها به سر میبرن و توان تداویشون را نمی داشته باشه. امیدوار هستم هر کدام ما و شما به اندازه توان خود به این خانواده های عزیز کمک بکنیم. وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.